هنوز که ولوی باشه را بیا. خسته نباشی. سلامت باشی. زود باش الان قاضی میاد ها. دارم کارم انجام میدم. نمیخواد دلت درد بکنه. از ما گفتم بود. خود دانی. چی شد؟ چیزی نیست. را بیا. صبر کن جانم سامان برگرده رفت بالا کار داشت خودت مهرش کن برم به کارام برسن نمیتونم باید خودش باشه به خدا سرک قاضی منتظره دیر ببرمش که چارم میکنه گفتم که باید خود جناب سروان باشه من جناب سروان رو دیدم خودش در جریانه خدا آخر آقایت ما رو با این بوده بوده هایی تو به خیر کنه نگران نباش هیچی نمیشه گفتم که جناب سروان در جریان بگیر بود دست در نه Thank you.
سرکار بیارینش اینجا. خانم دلفروز، لطفاً همه اون چیزایی رو که دیدید به دقت برای ما شرح بدید. چشم جاقا. پنجشنبه بود. مدرسه ما معمولاً پنجشنبه ها زودتر تعطیل میشه. راست ساعت 11:45. اما اون روز به خاطر آژیر قرمز ما بچه ها رو زودتر از مدرسه بیرون آوردیم. حدود 8 دقیقه زودتر. ما داشتیم بچه ها رو به طرف پناهگاه مجاور بانک می بردیم که یه دفعه من صدای تیراندازی رو شنیدم. وحشی شیوا رو بغل کرد. من نمیدونستم باید چیکار کنم. من اصلا نفهمیدم که شیوا از بقیه گروه جدا شد. شیوا البته درسش خیلی خوبه، ولی انضباطش. خواهر محترم، لطفاً حاشیه نرید. دقت کنید. شما فرمودید وقتی دزدار دیدید که داشتن از بانک خارج می‌شدن، یعنی متوجه ورودشون نشدید؟ نه حاج آقا، گفتم که اون روز بعد از شنیدن آژیر قرمز در غیاب خانم شاهرخی مدیر مدرسه، من شخصا تصمیم گرفتم مدرسه رو تعطیل کنم. همونطور که می‌دونی پناهگاه مدرسه ما در دست احداثه و نزدیکترین پناهگاه به مدرسه هم خب نزدیک بانک قرار داشت. بله ببخشید، من ورود آقایون رو به بانک ندیدم، اما از لحظه خروجشون شاهد همه چیز بودم. اسمم بهزادیه، جوشکارم. اون روز یکی از کارگرهای طبقه ششم نیومده بود سر کار. سرکارگرمون منو جاش فرستاد بالا. روم نشد بگم از بلندی میترسم. اون بالا بودم که دیدم یه ماشین اون طرف خیابون روبرو بانک پارک کرد. دو نفرم ازش بیرون اومدن، سریع رفتن سمت بانک. آخه تو شهر ما بیشتر ماشینا یا پیکانه یا ژیان. یعنی شما به اون ماشین شک کردین چون پیکان یا ژیان نبود؟ خب اینم از بدی شهرهای کوچیکه، همه از همه چیز هم خبر دارن. نمیشه یه نفر ماشین خریده باشه بقیه خبر نشن. ناسلامتی، ما هممون یه جورایی با هم فامیلیم. یه نفر آب بخوره همه خبردار میشن. لطفاً سکوت رعایت کنید. سرباز ناصری بشین پسرم، لازم نیست بسی. اولاً لازم میدونم فوت پدرتون رو به شما تسلیت بگم. شنیدیم که ایشون در اثر تصادف اتومبیل به رحمت خدا رفتن. براشون طلب آمرزش میکنم.
بعد اینکه ظاهراً مسئولیت محافظت بانک به عهده شما بوده، شما دقیقاً شرح بدید که روز پنجشنبه 11 آذر ماه در بانک چه اتفاقی رخ داد. بله بابا. پاس من داشت تموم میشد. پاس بانک از 6 صبح شروع میشه تا 10 صبح. اون روز هوا یکم سرد بود. منم سرما خورده بودم. ساعت 7 صبح بانک باز شد. من یکم زودتر رفتم تو بخاری رو روشن کردم. هنوز خوب گرم نشده بودم که دیدم ماشین حمل پول بچه های جهاد رسید. رفتم بیرون باهاشون یه خوشبشی کردم. اون اطرافم یه نگاهی انداختم ولی مورد مشکوکی ندیدم. یعنی شما ماشین سارقین رو ندیدید؟ ماشین سارقین اونجا بوده. بنده متوجه نشدم. خود سارقین رو کی دیدین؟ وقتی اومدن توی بانک. من تازه قرصمو خورده بودم و داشتم از آبخوری چه قرصی؟ عرض کردم که شرمنده سرماخوردگی داشتم. آقای مقدم، شما به عنوان رئیس بانک مسئولیت و وظیفه سنگینی رو به عهده داشتید. تو گزارش پلیس به احتمال اهمال شما هم اشاره شده، چون خیلی سریع پولا رو تحویل دادید. اصلا چرا هنوز تا اون موقع پولا رو تو گاوصندوق نذاشته بودید؟ چرا معطلشون نکردید؟ اهمال و معطلی در کار نبود قربان. ما در حال شمارش پولا بودیم. 40 میلیون تومان پول کمی نیست. اون روزی که از کارمندای ما مرخصی بود، یکی دیگه هم قرار بود دیر بیاد. ما دست تنها بودیم. من داشتم تو شمارش پولا و گذاشتنش تو گاوصندوق به کارمندام کمک میکردم. برای چی زخمی شدین آقای مقدم؟ در اثر ضربه یکی از همین دزدا. یعنی باهاشون درگیر شدین؟ نه خیر جناب قاضی. پس برای این دادگاه توضیح بدین چه اتفاقی براتون افتاده. دو نفر به سرعت وارد بانک شدن. صورتشون کاملا پوشونده بودن. باور کنید حقوق 6 ماه بچهای جهاد اینجا یه زاره تو ممونه بعد از اینکه ما دیگه رفته میرم پوره رو بریزین این تو کلی گفتم دقا واکن یه دیگه در گفتم دقا واکن ببین کشتنش کاری نداره فقط میخوام هممون سالم از اینجا بریم لالا ساکو پر کن آقای مقدم شما رئیس بانک بودی. باید بیشتر مقاومت میکردی. ولی در عوض خیلی زود پولا را تحویل سارقین دادی. چرا؟ تا حالا شده وقتی از سایه روی شقیقه دوست یا همکارتونه در مورد مرگ و زندگیش تصمیم بگیرید؟ اگه میکشتنش شما جواب زن بچهشو میدادین؟ معذرت میخوام. قصد بی‌احترامی نداشتم. تو اون وضعیت چاره ای نبود. فکر میکنم بهترین کار کردم. رفتار اون مرد جناب قاضی خیلی وحشیانه بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ صدای آژیر قرمز اومد. اونا ترسیدن. یعنی هممون ترسیدیم. یکی دیگه شون وارد بانک شد. شاید اگه حمله هوایی زودتر انجام میشد پولی دزدی نمیشد. ولی خب پولا دست اونا بود. وقتی داشتن میرفتن که دیگه همه چی به هم ریخت. ما به صدای آژیر عادت داشتیم. بعضی وقتا میزدن، بعضی وقتا هم نمیزدن، ولی خیلی وقت بود نزده بودن. بمب اول خورد پشت بانک. من اونقدر ترسیده بودم که نمیدونستم
بیام پایین یا بمونم بالا؟ آخه بچه های مدرسه هم آقا حسابی حواسمو پرت کرده بودن. خدا رو شکر بچه ها طورشون نشد، چون قبل از انفجار بیشترشون رفته بودن توی پناهگاه. من فکر میکنم تصمیم درستی گرفتم، نه؟ چه تصمیمی؟ خب این که بچه ها رو یه روز زودتر تعطیل کردیم دیگه. من از موج انفجار پرت شدم یه گوشه، زخمی هم شدم. وقتی دیدم دارن از بانک خارج میشن معطل نکردم و اسلحه‌مو برداشتم. فقط شیوای بازیگوش از گروه جدا شده بود، منم متوجه نشدم. تا چشمو باز کردم دیدم یکی از دوزا شیوا رو بغل کرده و داره میبره. دنیا پیش چشم سیاه شد. فقط نمیدونم چی شد که یهو شیوا رو ول کرد. تا رسید تو بغلم، تا بچه از بغل این آقا پرید بیرون، دیدم وقتشه. آخه میدونین من تیراندازیم خیلی خوبه، توی گروهانمون اول شدم. با وجود اینکه دستم هم ضرب دیده بود ولی زدم به پاش. بله زدم به پاش، البته عمدن. افتاد زمین ولی تونست فرار کنه. اون دوستش که پشت فرمون بود پیاده شد و کمکش کرد. یه انفجار دیگه هم اون طرف چهار راه شد. دیگه چیزی ندیدم، همه جا پر از خاک و دود شد. شرمنده. شنیدن اعترافات متهم بعد از اقامه نماز. دادگاه به مدت یک ساعت تعطیل است. آقا تو دیگه کسی؟ یه عکاس سنت. چیکار داری میکنی؟ با تو هم عکس تو چیکار داری میکنی؟ نمیخوام ازم عکس بگیری. با تو هم من دوربین لعنتی تو من تو عکس موقع میتونی عصبانیت نداری که دوربین مسخرت رو واقعا بعد همجا خفه رو بگیری. اون دوربین هست ندارم با به نمی نمیری سر با نه بگیرم در اون دوربین لعنتی رو من کنم. عجب آدم بگیرم من دیگه نمیری سر با نه بگیرم در اون دوربین لطفاً خودتون رو به طور کامل معرفی کنید. آصف کیایی، 30 ساله، متأهل، شغل آزاد. شما متهم به سرقت مسلحانه در 11 آذر ماه به اتفاق دو نفر از دوستانتون هستید. ما واقعه رو شرح بدیم. ما 3 نفر دوستای قدیمی بودیم. از نوجوانی، من، فرخ، جلال. خواهر فرخ زن جلاله، یعنی ادامه بدیم. اولین بار فرخ پیشنهاد دزدی رو مطرح کرد، دزدی از بانک توی شهر کوچیک. هیچ کدوم از ما سابقه خلاف و دزدی نداشتیم، ولی کیه که از پول بدش بیاد؟ به بهانه این که میخواییم توی شهرستان کسب و کار را بندازیم، 3 تایی از خانواده همون خداحافظی کردیم و راه افتادیم. همه راه من و جلال ساکت بودیم،
راستش ترسیده بودیم، فقط فرخ با حرفی و شلوغ میکرد، میگفت خیالمون راحت باشه، میگفت کسی که دوزی رو طراحی کرده اونقدر نقشش دقیقه که لازم نیست نگران باشیم. فرخ صدای خوبی داشت، گاهی هم میخوند. یه لحظه انگار هممون یادمون رفت داریم کجا میریم، آوازمون که تموم شد یادمون اومد چه خیالی داریم و راهی کجا هستیم. یکی دوباره جلال سعی کرد فرخو قانع کنه که برگردیم، اما فرخ راضی نشد، بهش گفت اگه میترسه برگرده. جلالم موند، کاش نمیموند. طراح سرقت کی بود؟ من و جلال هیچ وقت نه اسمشو فهمیدیم نه دیدیمش. فرخ میگفت هرچی کمتر بدونیم بهتره. قرار بود سهم چهارم از پولا به اون برسه، به مبارک. مبارک؟ اسمی بود که من و جلال رو اون یارو گذاشته بودیم. چرا مبارک؟ فکر میکردیم برامون شانس میاره. ساکت، ادامه بده. قبل از رسیدن به شهر از هم جدا شدیم، میخواستیم با هم دیده نشیم. هر کدوممون از یه مسیر خودمون رو رسوندیم، من با یه مینیبوس، فرخ با قطار، جلالم با ماشین. شبم جدا جدا گذروندیم. من رفتم یه مسافرخونه، جلال توی ماشین خوابید، فرخ هم نمیدونم چیکار کرد. راستش اصلا یادمون رفت ازش بپرسیم. فکر نمی کنم اون شب هیچ کدوم از ما سه نفر چشم رو هم گذاشته باشه، به خصوص جلال. آخه اون از اول خیلی موافق این کار نبود، اصلا قرار نبود بیاد. نمیدونم چی شد که یهو شب آخر خبر داد که میاد. فرخ رفتیم به سمت بانک، جلال راننده بود. برم دیگه، حالا برو یواش. اینا که رد شدن پیاده میشه. Thank you.
من، فرخ، جلال، ما سه تا رفیق فکر هر چیزی رو کرده بودیم غیر از اون همه دود و خاک. تمام تنم از درد داغ شده بود و میسوخت. فقط فکر یه چیز بودم، فرار از اون جهنم. دلم نمیخواست اونجا بمیرم. از شهر زدیم بیرون. حسابی ترسیده بودم. باورمون نمیشد جون سالم به در برد. من از درد داشتم بیهوش میشدم، ولی راستش ته دلم خوشحال بودم چون زنده بودم. مبارک ماشین دیگه اونجا بذاره تا بتونیم باهاش فرار کنیم. خونه زیادی از من رفته بود. اتفاقاً جاده اصلی رو بستم. ولی باید چیکار کنیم؟ یه جایی گیر میاریم، پولا رو تقسیم میکنیم، بعد میایم سر جاده وای میسیم تک تک، با ماشینای عبوری میریم تهران. که نمیتونم با این وضعم تنهایی. من باید میام. گفتم تک تک. میخواین گیر بیافتیم؟ میگی اینجا تنهاش بذاری؟ تقصیر خود احمقش بود. تو اون بچه رو به خودت میخواستی بیاری مهد کودک؟ لحظه فکر کردم تنها راه نجات. تو غلط کردی، فکر کردی. اینجا فقط من فکر میکنم. چقدر ناله میکنی تو؟ هم بس دیگه. برنامه چیه فرخ؟ یه جایی رو سراغ دارم امن، اونجا کسی پیدامون نمیکنه. این جزء نقشه‌مون نبود. فعلا نقشه همینه. نقشه توی مبارک. قرارمون این بود که به من اعتماد کنی. اگه این بمبارون بی موقع نشده بود که گندش بزنن. چقدر بد بیاریم آخه؟ بیچاره تر از اونی بودیم که پیشنهاد فرخ رو قبول نکنیم. پول کمی نبود، 40 میلیون، اما فرخ اونقدر مطمئن حرف میزد که ما خیالمون راحت شده بود. میگفت مولای درز نقشه مبارک نمیره. اما ما هیچ وقت نفهمیدیم مبارک اصلا وجود داره
یا فرخ با این حقه میخواست یه سهم اضافه به اسم اون برای خودش برداره. هوا تاریک شده بود که رسیدیم به قلعه قدیمی، کارگاه چوب بری. خب بچه ها دیگه آخرشه، بعد اینکه پولا رو تقسیم کردیم هر ستامون همه چی فراموش میکنیم، نه با خانواده هامون حرفی میزنیم، نه تا با خودمون. تکلیف مبارک چی میشه؟ اون با من طرفه، نه شما اونو میشناسین نه اون شما دیگه، هم بهش فکر نکن. نفری 10 میلیون به هر کدوممون میرسه، فقط بچه بازی در نگیرین از فردا صبح شروع کنین به پول خرج کردن. من برای این پولای فکر کردم.